استاد محترم، سوال دیگه است که از ترکیه برادر ما هاشمی صاحب سوال کردن که درباره تقلید اگر شما کمی بحث بکنید خوش میشم. خب تقلید شکی نیست که ائمه دین کسایی که تقلید میکنن، تقلید برای عامه الناس، برای عموم مردم عوام که آنها بی خبر و ناآگاه از دین هستند، برای از آنها واجب است و از اشارات آیات و روایات متعددی ثابت شده است. ولی تقلید ای به معنای از این نیست که ما وقتی تقلید کردیم دین جدیدی ایجاد کردیم. متوجه هستی؟ حتی بعضی ها یکم سوال میکنن که شما مذهب که قبول دارین، پس سوالی که صحابه ها در کدام مذهب بودن؟ این مذهب که در قرن دو ایجاد شد، در قرن اول نبود. در قرن اول در اونجا نبود. پیامبر علیه السلام حاضر بود، نیازمندی ها را به او به اصطلاح پیش میکردن، مشکلات حل میکرد، دین نازل میشد، سرازیر میشد، آیات قرآن کریم، ارشادات گوهرباری محمد رسول الله. زمانی که این دین عام شد، عمومیت اختیار کرد. آنی ببینید در قرآن کریم الله متعال انسان ها را تقسیم میکنه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دسته علما میگن طلب علم است، دسته علما میگن این جهاد است، دسته علما میگن این در راه دعوت است. فلهذا پس چون که عامت الناس از این بیخبر است ما ناآگاه است، برای از اینها علما تقلید واجب دانستند. و برای علما، برای علمایی که آنها در حد اجتهاد رسیده اند، تقلید برای از آنها یک امر اختیاری است. برای علمایی که مجتهد نیستند اولا است، بهتر است که آنها باید تقلید بکنند. تقلید به معنای پیروی کردن از یک روش مخصوص. چهار تا امام هست، این ائمه برای اهل سنت و الجماعه اینها بر حق هستند، هیچ کدامی از آنها باطل و غلط نیست. و اینها اختلافاتی که دارند، مثل سوالی که پیشتر خواهر ما کرد، در باب فروعات است، در باب اصول اینها کدام اختلافاتی ندارند از دید شریعت اسلامی. در فرائض یک هستند، در اوقات نماز، در به اصطلاح یعنی فرضیت و احکامات یزی، در مقادیر زکات، در ادای حج و در ادای گرفتن روزه رمضان. به این منظور تقلید برای عوام لازم است که یک روشی را به آدرس دین در لابلای قرآن و احادیث و تحقیقات علما اینها پیروی بکنن. برای از اینها ای را آسان ساختن که تا ای را خوبتر و بهتر و زودتر درک بکنن و بفهمن. بسیار گپینک.